سلام به عزیزان همیشه همراه با نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب به کانال خودتون خوش اومدید. معمولا وقتی یه تجهیز در جهان سر و صدا میکنه همه سعی میکنن که ازش داشته باشن و این کار رو یا از طریق خریدش انجام میدن یا هم از طریق دزدیدن اسرارش و یا اینکه یه چیزی میسازن که شبیه به کالای اصلی باشه و چینی ها هم که ید طولایی در عرصه ساخت هر چیزی دارن سخت ترین کالاها رو در چشمی به هم زدن طراحی میکنن و میسازن، ولی اینکه کیفیتش همونه یا نه رو خدا میدونه. و این روزها هم که پهپاد شاهد ایرانی ناجی روسیه شده، چینی ها و تمام جهان دوست دارن که یا از همین پهپادها یا مشابهش رو داشته باشن. خبرهایی شنیده میشه که اوکراینی ها اسرار این پهپاد رو فاش کردن. بریم با هم ببینیم که این ادعا چقدر راسته و آیا اصلا اوکراینی ها میتونن دست به اسرار این پرنده ها پیدا بکنن یا نه. و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشید. توی یک گزارش منتشر شده توسط روزنامه فرانسوی لوموند، بر اساس تحقیقات انجام شده توسط کارشناسای اوکراینی، اطلاعات مرتبط با اسرار نظامی روسیه درباره موشک‌ها و پهپادهاش منتشر شده. این گزارش همچنین شامل اطلاعاتی درباره پهپادهایی هستش که با الگوی شاهد توسط ایران ساخته شده و روسیه هم اقدام به تولید اونها در خاک خودش کرده. در تاریخ 29 مرداد روزنامه لوموند این گزارش رو منتشر کرد. این گزارش اعلام می‌کنه که کارشناسان اوکراینی در یک آزمایشگاه نظامی در کیف بررسی ده ها پهپاد، موشک و مهمات روسی پرداختند. این تحقیق نشون میده که بعضی از این سلاح ها به شکل تقریبا بی تضرر باقی مونده، در حالی که بعضی های دیگه به دلیل ضربه ها و انفجارهای شدید تغییر شکل دادن. آنتری لوتچوسکی، مدیر آزمایشگاه نظامی، در یک نشست با نمایندگان روزنامه لومون یه پهپاد شاهد 136 رو به نمایش گذاشتن. این پهپاد ساخت ایرانه و به جز تیغه های پروانه ایش به طور کلی بدون آسیب باقی مونده. آقای لوتچوسکی اعلام کرده که این پهپاد اولین نمونه تولید شده در روسیه هستش که با نام شمدانی شناخته میشه. با اشاره به تفاوت های این پهپاد ها نسبت به مدل های ایرانی او توضیح داده که در داخل این پهپاد واقعا وضعیت پرتاب نامنظمی وجود داره که به نظر میرسه از دوران شوروی به ارث رفته. این کارشناس اوکراینی اضافه کرده که روزها ساختار پهپاد رو تقویت کردن و از مواد متفاوتی واسه ساخت بالهای دلتا شکل اون استفاده کردن. به این ترتیب وزن پهپاد به 47 کیلوگرم افزایش پیدا کرده و قدرت عملکرد اون هم افزایش پیدا کرده. روزنامه لوموند اظهار کرده که در حالی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه هیچ پهپادی به روسیه ارسال نشده، حدود 500 عدد از پهپادهای شاهد 136 به سمت اوکراین شلیک شدن. آقای کولتچیوسکی هم توضیح داده که ایرانی ها با دقت نشانه های مشخصه های تولید محلی رو از بین میبرن، اما روش خاصی که ما از اون استفاده میکنیم با اعدادی که بر روی پهپادها نوشته شده امکان شناسایی اونها رو فراهم میکنه. لوموند اضافه کرده که بعد از مذاکرات اخیر تهران با واشنگتن، تهران از مسکو خواسته که ارسال پهپادهای شاهد به اوکراین رو متوقف بکنه. قبل از این روزنامه فاینانشال تایمز اعلام کرده بود که دولت آمریکا در جریان مذاکرات غیر مستقیم با ایران درباره مبادله زندانیان از ایران خواسته از ارسال پهپادها به روسیه خودداری بکنه. این ادعا تا حالا توسط آمریکا تایید نشده. با این وجود حتی اگه ایران تصمیم داشته باشه در جنگ علیه اوکراین از پهپادها استفاده نکنه، طبق اعلام اخیر روزنامه واشنگتن پست روسیه در حال تلاشه تا به تولید گسترده ترین نمونه های پهپادهای انتحاری با تکنولوژی بر اساس طرحهای ایرانی بپردازه. توی گزارش مذکور اشاره شده بود که روسیه قصد داره با بهره‌گیری از دانش و توانمندی‌های خودش نمونه‌های پهپادی رو با عملکرد برتر نسبت به مدل‌های ایرانی تولید بکنه. الکساندر رووین، رئیس یک مؤسسه پژوهشی در شهر کیف که به بررسی‌های نظامی می‌پرداخت، به نشریه لوموند اظهار کرده که تحلیل‌ها و مطالعات انجام شده توسط کارشناسان اوکراینی نشون می‌ده که تدابیر نظامی روسیه به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و دولت مسکو مجبور به استفاده از تولیدات جدید خودش شده. لوموند نوشته که بررسی موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده به اوکراین باعث شده که حالا بعضی از حساس‌ترین اسرار نظامی نیروهای روس در اختیار کارشناسان اوکراینی قرار بگیره. الکساندر ویسیکان، یک کارشناس مواد منفجره آزمایشگاه نظامی اوکراین، به لوموند درباره لاشه ای پهپاد جاسوسی روسی گفته که این کارتوگراف پهپاد فوق سری سرویس امنیتی روسیه هستش. او اضافه کرده که ما هر قسمت این دستگاه رو بررسی می‌کنیم تا منشأ اون رو مشخص بکنیم. به قسمت چشم اون نگاه بکنید، حدود 12
11 تا دوربین استفاده شده. به گفته این کارشناس اوکراینی، روسی از این پهپاد برای نقشه برداری سه بعدی استفاده میکنه. او گفته که بخش چشم این پهپاد ساخت اتریشه و حدود 100 هزار دلار ارزششه. این کارشناس اضافه کرده که علاوه بر اتریش، بخش‌های دیگه این پهپاد هم از آمریکا، تایوان و کره جنوبی گردآوری شده. لوموند نوشته که وقتی ردیابی‌ها نشون میده که اجزای پرتابه‌ها با فناوری پیشرفته و ساخت کشورهای متحد اوکراینی، مقام‌های این آزمایشگاه کیف اطلاعات خودشون رو به مقام‌های اوکراینی می‌فرستن تا روند فروش این تجهیزات به سازندگان اسلحه در روسیه متوقف بشه. همچنین در بخش دیگه‌ای از گزارش لوموند به بررسی کارشناسان اوکراینی درباره موشک‌های روسی پرداخته شده. آقای کولت چیوسکی معتقده که تحقیقات آزمایشگاه نظامی اوکراین در حال حاضر روند تولید چنین تسلیحاتی رو در روسیه مختل کرده. با این حال الکساندر روین گفته که حتی این میزان آگاهی از اسرار نظامی روسیه هنوز موجب نشده که مسکو را از تهاجم به اوکراین باز داره. منابع رسانه‌ای روز چهارشنبه مدعی شدند که چین در نمایشگاه دفاعی روسیه پهپادی شبیه به پهپاد شاهد 136 ایران ساخته و به نمایش گذاشته. وبگاه دیفنس اکسپرس نوشته که تصاویر منتشر شده از نمایشگاه آرمیا 2023 در روسیه نشون داده که یک شرکت چینی پهپاد انتحاری سان فلاور 2000 را ارائه کرده که بر اساس ظاهر و مشخصات اعلام شده این پهپاد نمونه‌ای از پهپاد انتحاری شاهد 136 ساخت ایرانه. بر اساس این گزارش، اگرچه تفاوت جزئی با نوع ایرانی این پهپاد وجود داره، اما به نظر میرسه مهندسان چینی محصول خودشون رو با فناوری پیشرفته تر ارائه کردن. نوع چینی این پهپاد بدنه 3.2 متر و طول بال 2.5 متر داره و منابع مختلف برد حمله رو 1500 یا 2000 کیلومتر ذکر کردن. این مشخصات کم و بیش شبیه به مشخصات شاهد 136. در حال حاضر مشخص نیست که میزان تولید مهمات برای این پهپاد جدید ساخت چین چقدر خواهد بود، اما پهپاد ایرانی شاهد 136 به علت برخورداری از قدرت بالا و توانایی ضربه زدن به مواضع حساس و راهبردی باعث وحشت اسرائیلی ها شده. روزنامه معاریف نوشته که ایران از لحاظ اثرگذاری و هزینه دقیق ترین سلاح تهاجمی رو تولید کرده. پهپاد شاهد که قادر اهدافش رو به طور دقیق هدف قرار بده. این رسانه اسرائیلی نوشته که این پهپاد انتحاری میتونه به فاصله 2500 کیلومتر به اهداف خودش برسه و مجهز به سر جنگی 50 کیلوگرمی و سرعت 185 کیلومتر در ساعت برآورد میشه. ایران هم طیف وسیعی از هواپیماهای بدون سرنشین خودش، سامانه‌های جنگال و شناسایی رادیویی را در نمایشگاه روسیه عرضه کرده. پهپادهای آرش، ابابیل 5 و کرار و همچنین سامانه جنگال هانتر 2 که قادر به شناسایی پهپادها از فاصله 200 کیلومتری هستش. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.